آره، همونطور که گفتیم بخشی از درآمد این حراجی قراره در اختیار بنیادهای خیریه زنان ایرانی آمریکایی قرار بگیره. درسته، به خاطر همین هم مریم خسروانی بنیانگذار این مؤسسه از طریق اسکایپ با ما هستن تا بتونیم که در این رابطه باهاشون بیشتر صحبت بکنیم. درود بر شما، خیلی خوش اومدین. خیلی متشکرم از لطفتون. مرسی. خیلی دوست دارم بدونم که اصلا چی شد که خانم گوگوش عزیز این همکاری خیرخواهانه رو با شما و مؤسسه شما دارن انجام میدن؟ ولی خب مسلما باعث خیلی خوشبختی و افتخارم بود که خانم گوگوش سازمان ما رو انتخاب کردن. من فکر میکنم شاید به خاطر اینکه کارهای ما شاید به قلب ایشون نزدیکتر بوده. این سازمان با زنان و برای زنان به وجود اومد 10 سال پیش و در طول این همه سال ما تونستیم در شهرهای مختلف کنفرانس‌های مختلف بذاریم و هدف ما فقط این بود که بتونیم به خانم‌های ایرانی کمک کنیم همدیگر نزدیکتر بشن. و فکر می‌کنم برای خانم گوگوش وقتی که فعالیت‌های ما رو دیدن، مطلع شدن و عمل کرد کار ما رو دیدن، شاید این واقعا به قلبشون نزدیکتر بود. و اینکه یه سازمان زنان هستیم و ایشون همیشه ساپورت می‌کردن، پشتیبانی می‌کردن سازمان‌های زنان رو، شاید به این دلیل بود. در صورت ما که خیلی خوشحالیم از این موضوع. ما هم خیلی خوشحالیم، هم کار خانم گوگوش بسیار زیباست، هم کاری که شما برجهت دارین می‌کنین. دوستان بدم خودتون بین این لباسا لباسی هست که مورد علاقتون باشه، دوستش داشته باشین؟ سخته. خیلی هاش. ولی یکی هست که فیوریت من هست، یه لباس قرمزی بود که در لاس وگاس ایشون، کنسرت لاس وگاسشون من یادمه که بله همینه. بله. فوق العاده قشنگ و رنگ قرمز فیوریت من هستش. بسیار زیباست. واقعا زیباست. اصلا هر چقدر بگیم از زیباییش کم گفتیم. شما هم حق دارین اگر که این لباس مورد علاقه خودتونه. اما کمکی که از طرف فروش این لباس‌ها به بنیاد شما میشه صرف چه چیزی قراره بشه؟ خیلی ممنون از سوالی که کردید، برای که این خیلی مهمه. ما برنامه‌ای داریم به اسم منتورشیپ در پروگراممون، در سازمانمون، یا در واقع مربیگری اگه بتونم ترجمه فارسی درست باشه براش. و دانشجویان ایرانی میان ثبت نام میکنن در این برنامه ما و ما بهشون اسکالرشیپ یا بورس تحصیلی میدیم. تمام این پولی رو که از این برنامه حراج لباس ها قسمتی رو که به ما داده میشه، ما تصمیم گرفتیم که یک بورس تحصیلی به اسم خانم گوگوش به ثبت برسونیم و به اسم گوگوش اسکالرشیپ این آرت یا بورس تحصیلی گوگوش در رشته های هنری. من خوشحال میشم که بتونیم این رو سالها و سالها به دانشجویان عزیزمون اهدا کنیم و کسانی که در این برنامه ما هستن. 100% ادامه خواهد داشت. مریم از شما به هر حال بیشتر از 20 ساله که در زمینه کارهای خیرخواهانه فعالیت دارید. فکر می‌کنید که همکاری چهره‌های سرشناس و محبوبی مثل خانم گوگوش برای حمایت از دانشجوها و بنیادهای خیریه مرتبط با زنان چه تأثیری داره روی جامعه؟ ببینید، من شخصا خانم گوگوش رو مثل میلیون ها انسان دیگه هر کجای دنیا که هستن، ما به عنوان یک هنرمند به خاطر صدا و هنر فوق العاده ای که داشتن دوست داریم. ولی به خاطر این مسئله حراج ها، من آشنایی دیگه، یه ساید دیگه، یه جنبه دیگه از خانم گوگوش رو باشون آشنا شدم و اون جنبه این که به عنوان یک انسان، انسانیتشون و عشقی که به جامعه ما دارن، واقعا به هموطنانشون دارن، و اینکه چقدر براشون مهم بود که تاثیرگذار باشن برای نسل آینده. برای من این خیلی مهم بود، برای اینکه همونطوری که گفتید سال هاست تو این کار من فعالیت دارم و من فکر میکنم حقیقتا ما به دنیا نیومدیم اینجا تو این دنیا که فقط از صبح تا شب کار بکنیم و مخارج زندگی خودمون و خانوادهمون رو بدیم. ما اینجا هستیم تا تاثیرگذار باشیم تو این دنیا، حداقل در اون زمانی که در حیاتیم. و خیلی برای من اون احترامی که برای ایشون من داشتم و عشقی که داشتم واقعا صدها برابر شد وقتی که باشون از این لحاظ این جنبه رو در ایشون دیدم. و تمام کسانی که بتونن این کارها رو بکنن برای سازمانها، نه فقط کمک میکنن که ما سرویس هایی که داریم رو بیشتر بتونیم در اختیار جامعهمون بذاریم، بلکه حتی از یه لحاظ دیگه هم بخواید فکرشو بکنید، برای سازمان ما صدها ایرانی که در نهاد مختلف امریکا یا حتی در کشورهای دیگه داوطلب هستن، حقیقتا میبینن که این زحمتی که دارن میکشن
قدردانی داره میشه، ارزش براش قائله و بیشتر ایمان میارم به کاری که دارم میکنم. خیلی عالی، بسیاری. من اگه بخوام برام خیلی سوال شده، خیلی هم دوست دارم بدونم، اگه ولی مختصر به من جواب این سوال رو من رو بدید لطفاً، اینکه شرایط گرفتن این بورسیه چی هست؟ یعنی دانشجویان باید چه شرایطی داشته باشن تا بتونن این بورسیه خیلی خوب رو بتونن دریافت کنن؟ خیلی سریع اگه بخوام بهتون بگم، اول از همه باید برن رو وبسایت ما، عضو منتورشیپ پروگرام ما بشن، مربیگریمون بشن. چرا؟ برای که ما فقط بورس تحصیلی نمیدیم، ما خیلی کمک‌های دیگه می‌کنیم بهشون. ما براشون منتور پیدا می‌کنیم، اینکه یک متخصص رو می‌ذاریم با اینا در یک سال در تماس باشه، کمک این دانشجو بکنه در طول یک سال. اول باید اون کارو بکنن. وقتی که قبولشون کردیم در اون برنامه، بعد می‌تونیم بهشون اسکالرشیپ یا بورس تحصیلی بدیم. در مورد بورس تحصیلی خانم گوگوش، 100% باید در رشته‌های هنری درس بخونن، تحصیل بکنن که واجد شرایط باشن و مهمتر از همه نیاز مالیه. اگر در وضعیتی باشن که نتونن خرج تحصیلشون رو بدن، در اون صورت ما میتونیم این کمک رو بهشون بکنیم. بسیار عالی، آرزوی موفقیت روزافزون داریم برای شما و مؤسسه خیلی خوبتون. ممنون، خیلی متشکرم از وقتی که دادید. روزتون بخیر.